طبق روال همیشه نمیخوام توهین کنم میخوام برینم به شخصیت طرف اما این بار دو بشک نمیدونم همچین کاری رو بکنم یا نه اما اما چیزی که ثابته اینه که بابا خان هستم و اوزا بعضی وقتا بعضی از چیزا میاد تو اکسپلور آدم که آدم شک میکنه میگه مگه چه کار خرابی رو داخل اکسپلورم انجام دادم که این شخص اومده بالا بعد میشه یه بار دو بار سه بار آدم عصبی میشه یکی از اون موردهایی که برامو پیش اومد یه خانوم باهجابی بود که اومده ایتالیا چنان گوه کاری میکنه آدم یه لحظه میشینه با خودش فکر میکنه میگه چرا اولا نفرتم بدون دلیل بود بعد نفرتم با دلیل شد موقعی که اعصابم خرد شد بهش فوش دادم دیدم اه من تنها نیستم یه عده زیادی از ایشون تنفر دارم بعد بیشتر رفتم تو فکر چرا؟ چرا ما یه آدم محجبه رو میبینیم که اومده ایتالیا ناخواسته ازش اون میاد؟ خیلی دلیلش کجاست؟ برای همین بود که هنوز دو به شک کن برینم به شخصیتش یا نه اما خب میخوام از اول با همدیگه دیگه از همون جایی که من دیدم شما هم ببینید قاعدتا اولش از اینستاگرام شروع شد ما همیشه اینو توضیح دادم نه کن اینی که ما یه نفر رو تو اینستاگرام پیدا میکنیم میایم سنگین نقد و بررسیش میکنیم میخواست پیج اینستاگرام نسازه میخواست هر چیزی رو که داخل اینستاگرام نشر میده حواسش باشه که همه میبینن اگر آزادی بیانی هست اگر اون اعتقاداتش اینه که اینطوری رفتار کنه منم اعتقاداتم اینه که برینم به اعتقادات بقیه هر کی اعتقاداتی داره به اعتقادات هم باید احترام بذاریم اعتقادات ما هم اینه بهش احترام بذارید اما خب میخوام خب برم تو پیج اینستاگرام طرف بگم اون این سکانس از کجا دیدم یه چیزی به نام جانان اینجاش برام جذابه حالا جدا از اون 400 500 کی فالووری که داره دانشجوی مهاجر به سرزمین پیتزا و شراب خب مگه تو حجاب نداری مگه شراب حرام نیست تو آینه تو خب بگو یه دختره محجبه دیگه چرا اونو نمیگی چرا اونو نمیگی بذارین از اولش به حساب خوردین داریم جلو بریم یه پیجش رو نگاهی بندازیم ناخو محجبه سنگینا محجبه که مثلا هدبند زده چرا با افکار ما متناقض اینا برمیاد چون که نکن یک پستشو توی اینستاگرام یه پست گذاشته یه عکسی گذاشته این خانم محجبه که توی خیابونای ایتالیا روم اصلا کاری ندارم به کپشنش موقعی که میای اسلاید بعدی این خانم جلوی مغازه فندی داره میرقصه بعد با آهنگ مندسکین آهنگ به زمان فرانسویه موقعی که بری ترجمهش کنی این آهنگ داره میگه من رو ببوس با من برقص در شب با من برقص در شب با من بخواب و... دادی دستمون مگر تو این هجاب رو نزدی اوکی؟ آیا مگه این چیزا توی دین تو حرام نیست؟ چرا هم رنگ جماعت بشی؟ اگر یه کاری اشتباه داری انجام میدی، بگو دارم اشتباه انجام میدم. اما وقتی که یه کاری داری انجام میدی که هم رنگ 20 درصد جامعه شی، اما میخوای تو اون 80 درصد جامعه هم تو رو راه بده بگه لاشی هستی. چون مو کاری ندارم که اعتقادات اون 20 درصد خراب یا درسته. اما وقتی که تو تیم اونایی داری از آخر این ور هم میخوری تو لاشی. اگر ما اشتباه میکنم بیای تو کامنتا با هم صحبت کنیم. میگم الان بیشتر تو فکر اینم که چرا من به عده زیادی از این خانوم متنفرن هیچ دلیلی هم نداریم ما ما نه اینو میشناسیم نه رو درست حسابی میدونیم نه اصلا میدونیم به کجا اومده به کجا میخواد بره اما همین که میبینی یکی حجاب سفت زده میاد در مورد مشروب های ایتالیا و زندگی ایتالیا صحبت میکنه و تابستون رو برمیگرده ایران تو محرم تو بگ و پرچم های محرم رو میفروشه آدم میرینه به خودش من که هیچی اون خدا هم یه دک دودک میشه میگه الان ما چی بنویسان برات بنویسان برا امام حسین داری تو تک میفروشی اون رفتی اون یه دیگه هم اصلا میگم ما جای قضاوت نیستیم خدا جای قضاوت نه آقا ما جا قضاوت نیستیم بر حدی هستیم بگیم آقا این آدم لشیه در این حدم نیستیم از نظر ذهنی آقا خدا به ما عقل داده دیگه عقل ما چه کم چه زیاد داره میگه آقا این یه جایی کارش بو میده ما میریم جلوتر بوستای رو گذاشته مثلا شما نگاه کنید دلایل مهاجرتم به ایتالیا چرا ایتالیا رو مهاجرت تحصیلی انتخاب کردم به خاطر شراب جاف و صد سالش به خاطر پیتزای بدون سس و لذیزش به خاطر قوریان بهشتی اثر میکل آنج مگه تو حجاب نذاشتی مگه با پسر غریب صحبت کردن تو اعتقاد شما گناه نیست چرا میگی میام ایتالیا برای شراب ناب حالا هم استعاره از مردهای خوشگلش داره هم. چون که چرا تا اینجای ویدیو اگر اومدین چرا چون که حداقل به ذهن ما این رسید تو بچگی چون داده تو زندگی که ما داشتیم بزرگ می شدیم تو ایران یه افرادی با ظاهر این خانوم با طرز فکر این خانوم اومدن به ما از بچگی گفتن که یه کارهای اشتباهه تو اجازه نداریم کارها رو انجام بدی. این کارها برای تو من شده از نظر محبت به دیگران از نظر محبت به جنس مخالف همون شراب همون دیدن شراب همه اینها رو یک شخصی که قیافه شبیه این خانومه و اینطوری حجاب کرده توی مدرسه توی دانشگاه توی خیابون به ما میگفت این کارها رو انجام ندید بعد تو میبینی یه آدمی با همون قیافه داره همون کارهایی رو که تو رو من کردن انجام میده میدونی که چه عصبانیت و چه فشاری آدم رو فرا میگیره چون که نگاه کن اگر که تو حجاب داری اعتقادات درسته رو بهت میگم که همون اعتقاداتو بگی جلو بدونی به اون اعتقادات چقدر میتونی یک انسان اذیت کنه نه اینکه مثلا دو تا دونه از این برداری سه چهار تا دونه از این برداری پنج شیش تا دونه از این برداری میخوام بگم که نمیتونی پرچم یک حزب و بیاری والا تکون بدی ولی این نگاه کنی بگی دوستان با شما هم هستم نه 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 مثل همون کلاس سی نفره که خودمون تو دوران دبیرستان یا راهنمایی داشتیم یه خایمال تو کلاس بود هیچ وقتم وارد جمع های دوستانه ما نمیشد چون همه میدونه سخت خایماله یا شجاعت این رو داشته باشی که نباید خایمال باشی یا اینکه بعضی از جمع ها رو تو قفله میدونم دارم خیلی یه طرفه صحبت میکنم اما بعضی هم میان به میگن اون داره با خونوادش میجنگه تو که نمیدونی شاید خونوادش اونو مجبور کردن به حجاب کسی که نتونه با خونوادهش تو این سطح به جنگه کسی که نتونه اعتقادات خودش رو تا این سطح به خونواده بگه آقا اعتقادات من هم هست اعتقادات تو هم هست گوه میخوره داره میگه من دارم با اعتقادات خونوادم میجنگم همون خونواده ای اگر تو فرزندش نبودی همین تو رو تو خیابون میدید میرید به پیچیده نمیخوام صحبت کنم شما فکر کن یک فردی رو که تو گشت ارشاده و چی خودش شاید هجاب نداشته باشه اما تو خونه هیچ قدرتی رو نداره وقتی که میاد بیرون اونی رو که تو خیابونه رو میزنه میگه چرا اجاب نداری و باید تو اجاب داشته باشی. بس هیچ وقت مو باور نمیکنم که شما میگین این افراد دارن تو خانواده میجنگن. افرادی که تو خانواده های مذهبی هستن هیچ وقت با خونواده های خودشون نمیجنگن. فقط میتونن و قدرت اینو دارن که خانواده خودشونو آگاه کنن. وگرنه بحث جنگ نیست. یه ویدیو دیگه ازش ببینیم زیاد نمیخوام برینم بهش. بیشتر راه خودم فکر بود که افکار ما اینه که چرا این همه آدم از این بدوشون میاد اما میتونم یه چیز دیگه هم بگم آبجی تو این استایلی که از من میبینی کتونی من از همه چی گرونتره و یه زمانی کار میکنم، کار میکردم پول پس انداز میکردم که دلم بیاد اون پوله رو بابت کانورس بدم خیلی زیاد بابتش کار کرده بودم و خیلی قدیمیه یعنی قبلا گرفته بودمش به امید روزی که خریدمش بیام خارج درسته که امیدوارم درک بکنید منظورم چیه ببینیم حجاب سنگینی زده چقدر آرزو داره واسه اینی که بیاد خارج میگه کار میکردم که یه روز بیام خارج نکن من نمیگم هجاب بده درسته از نظر ما بده از نظر یکی دیگه درسته ما کاری به اون نداریم ولی تو نمیتونی <applause> نمیتونی بیای نصفی از اعتقادات یک جبهه رو برداری به بقیهش کاری نداشته باشی چون فردا روز یکی تو رو میبینه میگه نگاه کن با حجاب هم میشه اینطوری زندگی کرده پشتش نمیره که بدون اینی که با هجاب اومده چه سرگذشت رو داشته تو خود ایران اصلا چرا اومده خارج آیا مگه تو هجاب نزدی با افکار اسلامی مگه اوکی نیستی من نمیگم خوبه یا بدا با افکار اسلامی اوکی دیگه چرا نمیری یه کشوری که ثمره حاصل فکر اسلام باشه چرا نمیری یه جایی که ثمره هم فکری مسلمانان باشه واسه به وجود اومدنش اومدی داخل یه کشوری که سمره حاصل مسیحیته و افکار دیگه ایه نمیخوام بیشتر بشکافم بشه اما خب یه دوتا تا چهار میکنیم تا حالا ویدیوهای یوتیوب ایشونو دیدین دیگه پر حرفی نمیکنم یه سر به یوتیوب این بانو زدیم نه کنین تقصیر این هم نیست ما خودمون هم کرممون هست همه این ویدیوهاش یکی یکی دوکی یو میاد میگه خاطره اولین دیت بعد از مهاجرت مگه تو محجبه نیستی نگاه کن بحث ما این نیست که کسی که محجبه نیست میره دنبال دوست پسر کسی که محجبه است نمیره اینها میخوام بگم نگاه کن لشی 20 سال ایران زندگی کردی سال شما رو خوب میشناسیم اینی که با حجاب اومدی رشته فشیون اومدی ایتالیا نمیخوام پامو جلوتر بذارم خیلی چیزای دیگه رو بگم بعد ویدیو میسازی که اولین دیتم مگر این دیت مگر آشنای پول افکار شما و توی دین شما شراب نیست مگر گناه چرا داری انجامش میدی چرا وقتی که مجبور میشی همه اون افکارتو میذاری زیر پا واسه این نیست که افکار خیلی لوسه و فاسده و دو سال دیگه همین روسری هم در میاری اینو گفتم حالا فردا ببینیم اما اینو نگاه میکنیم دیگه میذاریم کنار. این تنفر رو میذاریم اینو به همه ما ریدیم اما واقعا نمیدونم باید به این رید یا دید عبرت گرفت سلام و سر امروز شیش اپریل و میگم دستمون نیست دوست ندارم به یک انسان به یک مخلوق خدا اینطوری نفرت پراکنی کنم نباید یه چی ها کردم هم کردم موجه هم خیلی بلند نبود کوتاه کردم که میدونین منظورمو یا نه هجاب زده تا گند من میگه مجاهم کوتاه کردم میبینید آیا مگه این کار از نظر شما حرام چرا داری انجامش میدی چرا داری مثلا چرا میخوای مثل بقیه باشی چرا میخوای خودت رو قانع کنی که مثل بقیه ای نه تو مثل بقیه نیستی یه نفر اینجا هست نشسته حسن باشه بگه آقا تو مثل بقیه نیستی یک هست هم. من دیگه چیز نمیگم این بود که من اینجا یه بار رفتم آره اومدم برای اول ما از دیت هم براتون تعریف که کسی که اولین بار رفتم بودم ایرانی بود و سال دوی چرا باید داری دیت؟ مگه تو محجبه نیستی؟ بذار بیا خواستگاری دیگه مگه بابا نباید برات دومات جور کنه یا مثلا عرص بگوم بگم نگاه کن لشی ما خودمون به چه بازاری تو که میری تابستون محرم و ایران پرچم های امام حسین اینا رو میفروشی چرا از این ور میری دیت؟ چرا از اون ور با شراب صحبت میکنی؟ چرا از اون ور نگاهی پسرهای ایتالیایی میکنی؟ چند چندی؟ خیلی مویرگی رد کردم سن و چون نمیتونم میدونی یا یعنی نه تو تاله من کلا هرچی هست کوچکتر از خودم بوده و میخوام کلیپ رو تموم کنم اگر یه روزی وقتی بحثی شد شما هم نظرتون در مورد این خانوم بگیم ببی چرا باید تعداد دیت هایی داشته باشی چرا باید اینقدر دیت داشته باشی که بفهمی با هر کی داری میری دیت سنش پایینتر است؟ توه مگه اینها توی افکار شما گناه نیست مگه شما همین ها رو از ما من نکردی گوه میخوری خودتون انجام میدید وایسا برو بهشت و جهنم اون موقع متوجه میشی که کار درست بوده یا نه دیگه چرا اینجا داری میری دیت دوستان این ویدیو یکم پیچیده شد این 18 بله دقیقه در مورد دیت اولش داره توضیح میده همین خانم محجبه این، اینجا رو بعد گفت شب و روزگار خوش سیو